یه پاس برای ابراهیم توره، قدرت حمله توپ رو داره، میتونه پا به توپ بشه ابراهیم توره، توپ رو به کنارهای محوطه جریمه میاره، منتظر است بازیکنان اضافه بشن. برای باقری، اسکر، پاس به بیرون، نیکبخت، حالا پژمان نوری، این ضربه و گل. بالاخره پژمان نوری دروازه تیم فجر سپاسی رو باز میکنه. خیلی موقعیت‌های بهتر رو بازیکنان پیروزی تبدیل به گل نکردن تا بالاخره روی این حرکت به گل رسیدن. منتظر بودن که پرچم کمک داور رو ببینن. حالا حرکت آیسا رو ملاحظه بکنین، این صبری و باقری هستن که ضربه‌اش رو میزنن. اسکر وقتی توپ رو به بیرون فرستاد تماشاگران بهش اعتراض کردن و ضربه نیکبخت که به محسن نیستانی برخورد کرد که مشغول اعتراض به داور کنار بود. پژمان نوری برا تیم پیروزی 45مین گل خودش رو هم در این فصل میزنه. بهترین خط حمله از آن تیم استقلال تهران است با 64 گل زده. صبحان 49 گل زده. با پاس‌های کوتاه بازی خودشون رو تحمیل می‌کنن بازیکنان مقاومت سپاسی به پیروزی. گودرزی یه پاس عالی درون محوطه جریمه، موقعیت برای گل مساوی و گل. دروازه پیروزی به همین راسته سیامک کوهنورد باز میشه. شما امین متوسل زاده رو دیدید، گل رو بازیکن شماره 4 سیامک کوهنورد زد. به راحتی درون محوطه جریمه صاحب موقعیت شدن. عرض کردم که پیروزی 1-0 فوق العاده شکننده هست در مقابل یک تیم جوان دونده که انگیزه های لازم رو دارن که در مقابل سرمربی خودشون که حالا سرمربی تیم امید هست و تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی بازی خوب رو به نمایش بذارن. ملاحظه کردید که چطور روی هوشیاری بازیکنان مقاومت سپاسی این حرکت رو به جلوی سیامک کوهنورد همهمه‌ای که در ورزشگاه به وجود اومده نشون میده که آقای گل لیگ برتر در فصل گذشته محسن خلیلی آماده میشه تا وارد زمین بشه. این طرف هم یک موقعیت برای بازیکنان تیم سپاسی، به روی دروازه میره که خلق بشه، این ضربه سر، هنوز هم موقعیت هست و توی دروازه. گل دوم برای مقاومت سپاسی شیراز به ثمر میرسه. یه بازیکن گلزن و با انگیزه صبری است که دروازه پیروزی تهران رو باز میکنه. وحشک غلام پیروانی، برادر بزرگتر افشین پیروانی است، از ذهنیات و روحیات برادر خودش کاملا آگاه هست. با توجه به مشاوره هایی که به هم میدادن به راحتی هم سبک بازی تیم هم دیگر رو میتونن تشخیص بدن. ضربه سر رو با هم ببینیم. توپ به تیر دوم رفت، اونجا هیچ یک از بازیکنان تیم پیروزی حاضر نبودن. گل برای مقاومت سپاسی شیراز. باز هم شهرام گودرزی تاثیرگذار بود روی این صحنه. بازی میتونه جذاب‌تر و قشنگ‌تر بشه.